بیل گیتس موفقترین موفق ترین و ثروتمندترین فرد نست خود است اما مهمتر از آن او با کمک های خیریه سخاوتمندانش تلاش بی ای را برای بهبود زندگی و جلوگیری از مرگومیر انسانها انسان ها انجام داده است نام او دائما به عنوان ثروتمندترین مرد جان در فهرست فوربس قرار می گیرد و یکی از شناخته شده ترین کارآفرینان در انقلاب رایانه های شخصی است او بعد از بازنشستگی از سمت مدیر عاملی شرکت مایکروسافت تمام وقتش را در بنیاد بیل و ملیندا گیتس صرف کارهای انسان دوستانه نموده است. یک هدفگذاری بلند. شاید عده کمی بدانند که موفقیت بزرگ مایکروسافت از یک دروغ بیل گیتس شکل گرفت. در سال 1975 بیل گیتس با شرکت کامپیوتری میت تماس گرفت و به آنها گفت که یک مفسر بیسیک برای ریز کامپیوتر آنها ساخته است میت مشتاق شد تا این نرم افزار را ببیند اما گیتس و دوست برنامه نویسش پل آلن هنوز به طور واقع این نرم افزار را توسعه نداده بودند به همین دلیل گیتس و آلن مجبور شدند به سرعت این نرم افزار را توسعه دهند تا بتوانند ظرف چند هفته آن را به شرکت میتس تحویل دهند و همین اولین فروش آنها را رقم زد مایکروسافت یک ماه پس از این موضوع تأسیس شد و گیتس را وادار کرد بیشتر از توانش کار ارزه کند دو همیشه جلوتر فکر کنید بیلگیتس همیشه چشماندازی به آینده داشت و اینکه چگونه میتواند این چشمانداز را بهتر و بزرگتر کند این ویژگی در تمام تلاشهایش مشهود بود مایکروسافت سالها توانست رقبایش را از میدان بدر کند چون همیشه یک قدم جلوتر از آنها و به دنبال چیزهای بزرگتر بود بیلگیز حتی زمانی که در سال 2008 از مایکروسافت بازنشسته شد هنوز هم به آینده فکر میکرد وی تمام تمرکزش را روی تلاش های بشر دوستانش گذاشته است به طوری که بنیاد بیل و ملیندا گیتس در حال حاضر تأثیر بسیار مثبتی در جهان دارد سه نگذارید موفقیت شما را اخفال کند یکی از بزرگترین درس هایی که ما میتوانیم از بیل گیتس یاد بگیریم توانایی او در فراموش کردن و پشت سر گذاشتن موفقیت است وی اظهار می دارد موفقیت یک معلم پست و بد جنس است که این ذهنیت را در افراد باهوش ایجاد می کند که آنها شکست ناپذیر هستند زمینی که باید موفقیت های خود را به خاطر بسپارید اما باید مطمئن شوید که این موفقیت ها روی قضاوت شما سایه نمی اندازند و اعتماد به نفس کاذب در شما ایجاد نمی کنند باور دارد که ما نباید الگوهای اولیه موفقیت خود را نادیده بگیریم اما اگر تمام تلاشمان را صرف این موضوع کنیم که چرا این موفقیت رخ داده است آمادگی خود برای رویارویی با چالش های آینده را از دست خواهیم داد 4. قدر زمان را بدانید گتس میگوید مهم نیست که چقدر پول دارید نمیتوانید با پولتان زمان بخرید بیل گیتس اهمیت استفاده عاقلان از زمان را میداند و کارها را بر اساس اهمیت آنها اولویت بندی میکند اگر باور داشته باشد که نیاز نیست در یک جلسه شرکت کند در آن جلسه حضور پیدا نخواهد کرد از سوی دیگر برای معاشرت با افرادی که با او صمیمی هستند وقت میگذارد و مطمئن می شود که این وقت صرف تعهدات مهم می شود. 5. کنسول کیفیت از واجبات است. با رشد شرکت مایکروسافت تعداد برنامه نویسان استخدامی بیشتر و بیشتر شد. گیتس سمت مدیرعامل این شرکت را داشت و شغل او ایجاب نمی کرد که برنامه نویسی کند اما این کار مانع بازبینی و اغلب بازنویسی تک تک کدهایی که این شرکت منتشر کرده بود نمی شد. چشمان باز بیل گیتس برای دیدن جزئیات کیفیت نرم افزار عرضه شده توسط ماکروسافت را تضمین می کرد و نشان می داد که او پیگیر کارهای تیم خود است و همیشه با محصولات ماکروسافت از نزدیک آشنا بود. 6. ایده های تحول آفرین باید نشان داده شوند نگفته شوند در اوایل دهه 80 بیل گیس و استیو بالمر به دور و اطراف سفر می کردن تا سمینارهایی را در مورد اینکه چگونه رابط های گرافیکی سیستم عامل های آینده خواهند بود برگزار کنند اما هیچکس آنها را باور نمی کرد. زمانی که اپل در سال 1984 مکینتاش را راه اندازی کرد دیدگاه به سرعت تغییر کردند مکینتاش اولین کامپیوتر موفق تجاری با رابط کاربر گرافیکی بود مایکروسافت توانست در سال 1985 ویندوز یک را منتشر کند اگر ایده تحول آفرینی دارید نگران نشوید که دیگران متوجه آن نمی شوند. آن را توسعه دهید در این صورت وقتی زمان آن فرا برسد آماده خواهید بود. هفت دیدگاهتان را با تیم خود به اشتراک بگذارید. همانطور که بیل گیتس ظهور رابط گرافیکی را سالها قبل پیش بینی کرده بود، اهمیت اینترنت را نیز مدت قبل از آنکه افراد معمولی ارتباط از طریق شمارگی را در اختیار داشته باشند، پیش بینی کرد. در ماه 1995، گیتس متقاعد شده بود که اینترنت آینده ماکروسافت است به همین دلیل مجبور شد یک یادداشت بسیار بسیار طولانی برای شرکتش بنویسد وی اینطور نتیجه گیری کرد اینترنت یک موج جزر و مددار است اینترنت یک فرصت باور نکردنی و همچنین یک چالش باور نکردنی است من به دنبال اطلاعات شما هستم تا در مورد اینکه چگونه می توانیم استراتژی خود را برای ادامه موفقیت های باور نکردنی خود بهبود ببخشیم. گیت برای نوشتن این یادداشت وقت گذاشت چون تشخیص داد که این مسئله برای تمام تیمش چقدر مهم است که در این مأموریت با ماکروسافت همراه باشند. نتیجه ویندوز 95 همراه با اینترنت اکسپلورر عرضه شد. 8. از مشتریان ناراضی درس بگیرید با گذشت سالها بیل آدم آدمهای زیادی را از خود ناراضی کرده است هر کس که نگاهش به صفحه آبی مرگ میافتد میفهمد چرا اما به همان اندازه که مردم علاقه دارند از ویندوز انتقاد کنند همچنان از آن استفاده می کنند. از سال 1990 ویندوز سیستم عامل اصلی جهان است و از آگوست 2011 82.5 درصد سهم بازار را در دست دارد. دلیلش ساده است مایکروسافت همچنان به بازخورد مشتریان پاسخ میدهد و محصولاتش را ارتقا میبخشد این دیدگاه با بیل آغاز شد مشتریان ناراضی شما بزرگترین منبع یادگیری شما هستند نه از موقعیت خود برای بازگرداندن استفاده کنید رهبران قدرتمند اهمیت کسب موفقیت و به کارگیری آن در جهت جلب توجه نیازمندان را میدانند و الگوی کسانی می شوند که در موقعیت شبیه به موقعیت آنها هستند. با وجود بنیاد بیل و ملیندا گیتس و وقف مقدار قابل توجه 42 بیلیون دلار خانواده گیتس در واقع وقت خود را صرف کمک رسانی به نیازمندان سراسر دنیا کردند. به خصوص اینکه در زمینهای های تقویت آموزش سلامت عمومی و امکان دسترسی به تکنولوژی ارسان بسیار پرشور و پررنگ تر عمل می کنند ده زیاد مطالعه کنید اینکه که بیل را کرم کتاب می ممکن است چندان جدی گرفته نشود گیس در وبلاگ خود بخشی دارد که آن را به کتاب که می خواند اختصاص داده است و سال گذشته کتابهایی را برای مطالعه در تابستان و تا آخر سال پیشنهاد کرد یک رهبر موفق میداند که باید تمام نقطه نظرات و دیدگاه را در نظر داشته باشد و میداند که الهامات و افکار بهش می تواند از هر جایی به سراغ انسان بیاید. هزینه خواهد داشت. 3. ابتکاری که جهان را تغییر دهد می تواند از هر جایی باشد. ایده هایپر لوپ ایلان ماسک محصول داشتن دو شرکت با یک چشم انداز است. نه فقط برای تولید ماشین و سفینه فضایی، بلکه برای تغییر نوع نگاه ما به هم و نقل. ماسک این ایده را به عنوان یک ایده منبع باز به عموم ارائه کرده است. این کار وی بیانگر این حقیقت است که رهبران به دنبال راههایی هستند تا گروه های بزرگتر را درگیر مسئله کنند و برای حل مشکل طلب کمک نمایند. 4. محصولات بزرگ بسازید. آقای ماسک بعد از فروش سهامش هم بنیان گذار و عضو مهمی در توسعه پیپال شد که بدیهی است با وجود 173 میلیون کاربر فعال میتوان گفت که برای کسب و کار آنلاین یک ضرورت محسوب می شود. پیپال یک سوی اقدامات مخاطر آمیز ماسک است از دیگر اقدامات او میتوان به تسلا موتورز اسپیس ایکس و سولار سیتی اشاره کرد ماسک مسئول طراحی ماشین برقی اسپورت تسلا رودستر بود که برنده جایزه و به سی کشور فروخته شد این مسئول درست بعد از بحران مالی 2008 ساخته شد تسلا موتورز بخشی از آینده اتومبیل در جهانی با تغییرات آب و هوایی است 5. با صداقت کار کنید. ماسک برای شروع به کار تسلا از دولت وام گرفت. اخیرا او بیش از 400 میلیون دلار از وام حمایتی وام دهندگان را پرداخت کرده است. رهبران می توانند در سایه حمایتی دیگران پول سازی کنند. 6. اعتماد به نفس داشته باشید. رهبران بزرگ اعتماد به نفس و خودباوری دارند. اگر به نوشته و مطالب مربوط موفقیت و کار آفرینی توجه کنید اولین چیزی که متوجه میشوید این است که اکثر انسان های موفق به قدرت پول افراد دیگر در تأمین بخش مالی پروژه باور دارند به این ترتیب اگر با شکست مواجه شوند ثروت شخصی خود را از دست نمی دند. ولی ایلان ماسک چنان اعتماد به نفسی به خود و قابلیت هایش دارد که از پول های شخصی خودش برای تأمین بخش مالی پروژه استفاده می کند. هفت بدانید چگونه باید استقامت کنید. ایلان ماسک و رهبران بزرگ دیگر می دانند که شکست نوعی بازخورده است. ماسک باور دارد که می تواند هزینه سفرهای فضایی را کاهش داد و آن را به واقعیت برساند. در جریان کار او با تأخیر در طراحی آزمایش مواجه شد که وی را چند سالی از زمان بندیش عقب انداخت. زمانبندی اولی او با شکست روبرو شده چون موتور ماشین آتش گرفت دومین آزمایش آنگونه که اون انتظار داشت پیش نرفت اما او پروژه خود را ترک نکرد در عوض از شکست هایش درس گرفت و اصلاحاتی را انجام داد تا اینکه راکت فالکون وی اولین موفقیتش را در سال 2010 تجربه کرد 8 خیال های آسوده را مسترب کنید ماسک هرگز از دگرگونی و ایجاد تغییر و تحول نمی حراست. او هرچه که ما در مورد ساخت ماشین می دانیم را به کلی نادیده گرفت و چیز کاملا متفاوتی ساخت اگرچه این ماشین ماشین پرنده نیست اما شروع به کار تسلا صنعت خود را کاملا مسترب کرده است تسلا بسیار کارآمد و لوکس است و به طور کامل قابلیت ارتقا دارد حتی نحوه فروش تسلا متفاوت است نه no. یادگیری پی در پی یک اولویت است رهبران تاثیرگذار همانند ایلان ماسک دائم ایده میدهند. دهند به عنوان کارآفرین سریالی و چندین شرکت چند میلیارد دلاری بر اساس ایده هایش ساخته است چگونه این کار را انجام می دهد؟ ماسک می تواند ارتباط بین دو چیز را به ای ببیند و درک کند که دیگران قادر به دیدن آن نیستند به همین دلیل می تواند جهش های بزرگ رو به جلو داشته باشد ده شبکه و ارتباط ماسک در دوران دانشجویی خود با افراد جالبی که دوست داشت تماس می گرفت یا آنها را ملاقات می کرد. یکی از این افراد پیتر نیکلسون مدیر اجرای ارشد بانک نوا اسکوشیا بود این تماس تلفنی منجر به ملاقات وی با نیکلسون و البته گذراندن دوره های کارآموزیش در بانک شد تجربه